سلام، خوش آمدید به دیدبان. فرناز قاضی‌زاده هستم. این هفته مسعود بهنود در مرور مطبوعات. از جنجال بر سر پخش ربنای شجریان تا واکنش‌ها به گزارش بی بی سی از رابطه آیت الله خمینی و رؤسای جمهوری پیشین آمریکا خواهد. سلام آقای بهنود، بعد از دو هفته خوش اومدید به برنامه. کل برنامه این هفته به مرور مطبوعات اختصاص داره که طرفدارای شما دلی از عزا در بیارن. خواهش میکنم، همچی میگین دو هفته انگار خودتون بودین. به هر حال شما نباشیم بدتره تا ما نباشیم. بریم سراغ روزنامه اول. ایران با عکس بزرگ آقای شجریان، کار بزرگمهر حسین‌پور، طرح جالبی هست به نظرم. روزنامه ایران به عنوان روزنامه نگار هم یک به اصطلاح ابتکاری به خرج برده بود، چون شب اول ماه رمضان بود. نه. و بنابراین طرح بزرگمهر هم توجه کنید که با ترکیب ربنا کشیده شده. شما هم تو چهره آقای شجریان هم تو این اطراف میبینید با ربنا طرح کشیده شده و همین موضوع هم دیگران اشاره کردن. روزنامه ای که به شدت به این امر اعتراض پرداخت کیهان بود. روزنامه فرداش، درسته؟ بله. و فرداش این موضوع رو در حقیقت دوخت به ماجرای آقای تاج‌زاده. بله. و اینکه برادر رئیس جمهور رو چند تا دولتی رفته بودن به دیدن آقای تاج‌زاده وقتی از زندان آزاد شد و ازش این نتیجه گرفت که چون وعده ها فراموش شده است و مردم زیر فشارند، دولت داره چیزای حاشیه‌ای ایجاد میکنه. بنابراین حتی این ربنا رو فرض بر این کرد که این یک توطئه است برای اینکه مردم چیزای دیگر رو فراموش کنن و فرصت پیدا کرد که هم به آقای شجریان هم به آقای تاج‌زاده به شدت تاخت و این رو تقریبا در طول هفته ادامه داد کیهان و همینطور به برادر رئیس جمهور. بله. با ایشون که اصولا مدت هاست که رفته و یه موقعی هم نوشته شده بود که شکایتی هم شده است علیه کیهان، چون اونجا دیگه ایشون رو متهم میکنه به اینکه در فساد و نم صرافی باز کردن و نم از این. چند هفته هم ایشون تو صحنه نبوده، شایعاتی که بعضی سایت‌ها نوشته بودن که آن نقل کرد. بله. این پایین هم اشاره دیگری هست به مسئله بی بی سی، حالا یه سر این موضوع دیگه است دارم، ولی کلا در طول هفته. بله. ماجرای جواب به بی بی سی هم ادامه برنامه بی بی سی در طول هفته تو روزنامه‌ها به طور جدی دنبال شد. درسته. عکس بعدی روزنامه جوان رو ببینیم. این ماجرای این که دنبال ماه بگردیم با دوربین و فلان اینا واقعا داستانی است دیگه. ببینید در این حال این روزنامه جوان هنر به خرج داده، چون در روز اول ماه رمضان این عکس با این روحانیه که فوق العاده به خودش رسیده و این عبای حریر سفید و اینا و اینکه او دوربینی دستش و خدا به میزبانی بندگانش نشست، یک کاری بودش که یه روزنامه مستقل هم میتونست بکنه. یعنی روزنامه که مثلا خیلی ایمانم نشد، چون روزنامه انگلیسی هم میتونست همین انتخاب کرده باشه، انتخاب خوبیه برای اون روز و نشون دادن این ماجرا و اینکه نمایندگان علما رو بالا پشت اونها و قدیما که نوک کوه ها میرفتن، یک دو شب قبل میرفتن اونجا میشستن بعد خبر میدادن. این داستان خیلی قدیمی است که این خبر رساندن و یه موقعی که اصلا تبدیل به یه مراسمی شد. از این نظر جالب هست که به هر حال با محاسبات ریاضی دقیقه و ثانیه‌اش الان روشنه که ماه کی وارد میشه، حلول میکنه یا هرچی، و اینکه هنوز باید دیده بشه. ظاهرا بر اساس فقهشیه باید حتما دیده بشه، رویت چه دیگه. بله. توسط موثقت. خود اونم الان با امکانات فعلی مسئله است، ولی به هر حال دین پایش بر سنت دیگه. بله. بسیار خب، این باز پایین این عکس، این پایین راجع به همین ماجرای بی بی سی. بله. نوشته که گریسیک جنجال بی بی سی درباره امام خمینی رو بی اهمیت. من بعد از اینکه این بخش تموم شه میخوام راجع به این یه توضیحاتی بدم. بله. یادم باشه بگم. بذارید بریم سراغ شهروند. این ماجرای جامداران در مجلس هم بامزه است. بله. خیلی ربط خوبی داده شهروند. بله. این روز اولا این روزنامه روز دوم ماه رمضانه داره گزارش میده از این سه تا حادثه. کار روزنامه نویسی درست است. از این سه تا حادثه، یعنی حادثه‌ای که یه آماری منتشر شد که 233 مورد کتککاری تو شهر شده روز اول ماه رمضان، بعد از این رو به اضافه مجلس که ملاحظه می‌کنیم معاون وزارت جهاد کشاورزی یقه خودشو پاره کرد با آقای یوسفیان مولا، نماینده آمار دعوا شد و بعد تو شورای شهر هم همینطور.
این در روزی است که به درست این کنار توی یکی از همین خبرها هم میبینیم. ماه رمضان امسال، یعنی هر سالی که به تابستون بخوره، طولانیه دیگه، 18 ساعت و خورده ای. بنابراین این رو میشه از عوارض به اصطلاح روز گرسنه ماندن طولانی در زیر ظل گرما هم دونست. 39 درجه حرارت بوده و 18 ساعت هست. منتها معمولا درباره مسائل حرف زده نمیشد و خوشبختانه حالا مثل بقیه مسائل اجتماعی روی حرف زده میشه. خود شهروند راجبش نوشت. اینم تیتر جروندم، تیتر خوبیه جامعه دارن. حالا جالب است، به هر حال مسئله روزه یه بحثه، ولی اینکه کلا در جامعه زیاد دعوا میشم خیلی راجعش صحبت میشه که چرا مردم به کتک کاری رو میارن برای حل مشکلاتشون. بریم سراغ اعتماد و عکس آقای همه هفته نمونهش هم این روزنامه دیروز اعتماد، که البته روزنامه های دیگه هم این مطلب، یعنی مصاحبه آقای شجریان گذاشته بودن، فقط اعتماد نیست. بله. شرق و بقیه هم گذاشتن. بله. حتی روزنامه اصولگرا هم گذاشته بودن. واکنش سعید حجاریان به اسناد بی بی سی و بعد باز چند مقاله اینا. مقصودم این است که تا آخر هفته این موضوع به طوری جدی دنبال میشه. مسئله بود که خیلی ها راجبش واکنششون دادن، همونطور که گفته شد در این بحث ها گریسی کم واکنش نشون داد. اتفاقا تو برنامه دیروز صفحه 2 آخر هفته بی بی سی خود گریسی اومد حرفای زد. من بخشای از این حرفا رو میخونم. مثلا گفته شده بود که گریسی گفته این اسناد موثق نیست. گریسی توی برنامه میگه این اسناد کاملا موثق هستن، من خودم در کتابم 7 صفحه درباره تماس با آیت الله خمینی نوشتم که شما اگه به اونها نگاه کنید مطمئنم که این کار کردید، میبینید که تمام عبارات در این اسناد هم بوده، تمام این مسائل در این اسناد هم گفته شده، این اسناد واقعی است، جعل نیست. و همینطور در مورد اهمیتشون هم گریسیک میگه که قطعا اهمیت اینها فوق‌العاده است و از بی بی سی ستایش کرده که به دنبال این رفته. و این بخشش به نظر اهمیتش بیشتره. بله. چون توی واکنش اولیش این بخشو ندیده گرفته بود، گفته بود من تو کتابم گفتم. بله. ولی الان تصحیح کرده. بله دقیقاً. به هر حال اگر شما علاقمند هستید به این بحث، برنامه صفحه 2 آخر هفته رو ببینید. اگر پاسخ سوالاتتون رو نگرفتید باز با ما تماس بگیرید در برنامه دیدبان، به آدرسایی که در آخر این برنامه بهش اشاره خواهیم کرد، میتونید نظراتتون رو در مورد این موضوع با ما در میون بگذارید. اما بریم سراغ کارتونا. آقای بنوت، کارتونا به نظر میاد که یه مجموعه ای از همه مسئله در نظر گرفته. بله. یه تفاوت عمده ای که داشت، حالا عرض میکنم، این اولیش به خاطر اینه که از وسط هفته هواشناسی پیش بینی کرد که غبار خواهد بود، بعد یواش یواش این پیش بینی خودشو باز کرد و گفت که در همه کشور خواهد بود، یعنی برخلاف قبل که مثلا گفته میشد منطقه در غرب هست یا جنوب بیشتر هستش، که بعد دوباره منبعش صحبت میشد، میگفتن که از جنوب عراق میاد، ولی حالا این دفعه صحبت کل ایران غبار بود. بنابراین ناظرین جمشیدی این رو کشیده که کل نقشه ایران لطفا مرا از خاک نجات دهید. بله. البته مسئله فقط ایران هم نیست، یعنی الان مسئله اصلی کشورهای حاشیه خلیج فارس هست. دبی دائم این اتفاق میفته و عراق. به هر حال بریم سراغ کار بعدی. کار مجید ادیبی هست. دیگه اشاره است به این خبری که اومده بود، تو همیشه خبر راجع به این ازدواج‌های نورس بود، حرف گفته میشد، بحث میشد، بعضی حتی از روحانیون مخالفت خودشون رو ابراز میکردن، روحانیان نواندیش. الان حالا تازگی یه خبری گفته شد راجع به اینکه افزایش پیدا کرده کودکان بیوه. بله. یعنی اینکه یه دختر مثلا 15 ساله با یه بچه بغل برمیگرده خونه پدر. این ادیبی داره به این اشاره میکنه. بله. به هر حال اینم خیلی دردناک است. بریم سراغ کار بعدی، کار حسین صافی. اشاره به یکی از ده ها کارتونی است که در اون روز از محمد علی کشیده شد و تقریبا همه کارتونیست ها کشیدن. اما همینجا گفته باشم که روزنامه ها اونقدر که در جهان، مثلا روز یه شنبه که شما در سفر بودید، در یک شنبه روزنامه های انگلیس از اول تا آخرشون، از ابزرور چپ تا مثلا ساندی تایمز تا روزنامه های راست، همه صفحه اولشون کلش محمد علی بود. بله. یعنی بدون استثنا. برنامه تلویزیونی هم همینطور. و تلویزیون هم همه شبکه‌های تلویزیون بودش. یعنی یک جوری روبرو شدن با قضیه که تقریبا شایع بود به اون چیزی که با ماندلا شد و به همون نسبت هم بزرگ داده شد. توی ایران این اتفاق نیفتاد. البته ظاهرا در مورد حکومت ایران هم به نظر میاد این تصمیمات حقوق بشری که سالهای آخر گرفت، مثلا اعتراضایی که در مورد جیسن رضاییان اعتراض کرد یا موارد مشابه، ممکنه دلیل بوده باشه برای اینکه زیاد بهش نپرداخته باشه. بله. به حال اونطوری که روزنامه‌های دیگه، رسانه‌های دیگه در دنیا کردن. بله. استقبال نشد. اما این انتخابی که بخشید
در الان بعد از این میبینیم، بله، صفحه شرق هست، صفحه آخر شرق رو دارید میبینید، در اینجا یه مصاحبه کردن با آقای قائد. بله. و با آقای قائد با اون لحن همیشگی خودش صحبت کرده در مورد محمد علی، و وقتی مثلا بهش گفته که خب نه این بخواه اهمیتش این بود که جنگ نرفت و فلا اینا، میگه فقط اون نبود که حاضر نشد به جنگ بره، بلکه جوانان امریکایی برای سربازی نرفتن حتی به کانادا پناهنده شدن. و به حال لحن همیشگی آقای قائد دیگه. بعد اون آخر سر میگه که این به هر حال اومدش و به خصوص بعد از انقلاب که اومد به اماکن مذهبی رفت و حرم امام رضا، حتی در نماز جمعه هم رفت، که درسته. بعد آقا قائد گفته مختصری کنجکاوم وقتی اسمی رو که با بیزاری و داد و فریاد دور انداخته بود همچنان در ایران به اون میچسبوندن، کلر میگه با تصور اینکه فامیلشه چی فکر میکرد، و اگه احساسی بودش، یعنی احساسی داشت بابت اون نام بردگی، اون وقت جواب این کار چی میداد؟ کاش استثنایی کسی بهش خبر میداد که در کشوری که از پادشاهش ممدلیشاه پاشاش جناح محمد علی جناح محمد علی جمالزاده فروغی فردین اینا همه محمد علیان، نمیشه اسم این نفر گذاشت محمد علی، باید دنبالش هم بیاری معلوم شه کدوم محمد علی، کدوم محمد علی. بله دقیقا. خب بریم سراغ کار بعدی، این تجمع به قول جوان شاخا پرنسا و پلنگای اینستا به اضافه دافا ظاهرا. بله الناز محمدی نوشته این گزارش، گزارش خوبی است، گزارش هم بداعت داره به دلیل اینکه در روزنامه‌های دیگه در اون روز ندیدم، برای من این درست انتخاب کرده بود. و هم خود گزارش خوب خیلی جالب است دیگه، میگه که یه دعوت تلگرامی، یک دیدار چند هزار نفره و یک دنیا جنجال. نه. اونها که دیروز و پیروز از بزرگراه ستاری در غرب تهران و روبروی مجتمع تجاری کوروش، اینجایی که من شما نمیشناسیم کجاست، تعداد زیاد دخترها و پسرای دبیرستانی دیدن که به قول خودشون اومده بودن بعد از تمام شدن 80 ها، بله. بعد میگه بعضی از 70 هم بودن البته، اومدن که بعد از تمام شدن امتحانات مدرسه هوایی بخورن و با همسن و سالاشون دیداری تازه کنن، به همین سادگی. بعد شدن 20,000 نفر و در نتیجه هم اون مرکز رو ناچار تعطیل کردن، هم پلیس اومده گفت 20,000 نفرشون نرسیدن به مرکز، 2,000 نفرشون که رسیدن دیگه متفرقشون. بله میگه که خلاصه این مجموعه این هشتگی که گذاشته بودن 20,000 تا عضو پیدا کرده. بله بله. ولی مثل اینه که بیشتر هم روی اینستاگرام بوده، اینستاگرام بله. خب بریم سراغ کرگدن. این شماره هر دفعه آقای میفتا سردبیر شماره رو به کسی تقدیم میکنه، این دفعه تقدیم کرده به محمد علی موحد، استاد نامدار، و اولش هم نوشته. ولی اگه بخوایم یه انتخاب هایی کرده باشیم، اشاره کنیم به اون ماجرای محمد علی، فقط تو این صفحه دو سه تا محمد علی هست، محمد علی موحد. بله. یکی از کارهایی که شده دیدار با نویسنده صفحه است که داره معمولا این گفتگو کرده با محمد علی. من فقط براتون بگم که گفتگو کننده رامبد خانلری به این موضوعی که دربارش گفتگو میکنه نزدیک، حالا خواهم گفت چرا، اما اینجا بیشتر صحبت و پایش رو میذاره روی یکی از کتابهای آقای محمد علی که به اصطلاح پایش روی جن بود. خوبه؟ بعد راجع به این چرا اینو میگه؟ به خاطر اینکه مصاحبه کننده رامبد خانلری هم خودش هم یک کتابی داره سرطان جن اسمشه، بنابراین مصاحبه اولش شروع میشه راجع به جن. و به نظر من خیلی تکنیکی که خود آقای خانلری قصه نویس دیگه به کار برده، هم مجله واقعا ادیتوریال مجله فوق العاده است، برای اینکه محمد علی رو معرفی کنن بهترین راه حل همین بود. وقتی این سوال ازش میکنه او شروع میکنه میگه من یه شوهر عمه داشتم، این عتیقه جمع میکرد، سازم میزد، و من خیلی این اتاق اینو که پر از شلوغی بود و این آدمو دوست داشتم. وقتی وارد می‌شدم بعد صحبت می‌کنه راجع به این که چه جوریه، میگه که مثلا من تا میشستم پیشش این سازش می‌ذاشت تو بغلش، میگفت این عروسی اجنه چرا این جوریه؟ بعد من میگفتم آره چرا اینقدر شلوغ پلوغه حال بچه؟ بعد اون میگفتش دیگه چی؟ من میگفتم چرا سوماشون سیاهه؟ بعد اون میگفت حالا میساخته از خودش. آره دیگه، یعنی او سرخط میداده، او سرخط میداده، این بچه هم دنبالش میرفته، این بچه الان که از بزرگترین قصه نویسای ایرانه، داره به جای اینکه حرفای کلی بزنه واقعا آدما یاد بگیرن، به جای اینکه حرفای به صحنه رو میسازه. و این مصاحبه شونده هم آفرین، اینم چون تو اون فضاست فضای جنی میسازند و خیلی خوب بیان میکنن. حتما در دوره شما بیشتر از ما بوده، ولی من فکر میکنم یکی از
سوژه های اصلی قصه هایی که ما میشنیدیم در مورد جن بود، از مادر بزرگا و در واقع اولی که متولد شدی مادر و خاله ما جن اصلا موقعی که میخواستن کنترلت کنن بعضی از کارا رو نکنی. بله. اما مجله در ابتداش هم خانم سمینا رستگاری که خب آشنای مسائل سیاسی است، مقاله سیاسی داره درباره وضعیت فعلی اصولگراها، برای اینکه تنوع مجله داده باشیم اینم گفته باشم، یه تصویری میده راجع به اصولگراها، میگه که این اصولگراها رو یه ذره دقت کنی حالشون خوب نیست، از تیترهای روزنامه‌هاش اینا میفهمی هی این ور اون ور میزنن. شاید هم چایی ندارم به خاطر اینکه اینا 8 سال زیر فشار شهید بودن، یه نفر ارده بودن بعد گیرش افتاده بودن و آقای احمدی‌نژاد میگه میگه بعد حالا که اومدن یه جوری خودشون رو نجات بدن و اینا، این بلای دوم سرشون اومده. این بلای دوم هم اصلا برای خودش خیلی تعریف نداره، بنابراین یعنی دولت آقای روحانی. بله. بنابراین یه موجودیتیه این وسط، ولی مهم اینه که اصلاح طلبها با همین فکر و خیال بیدار شدن، دوباره جون گرفتن، دوباره حرف میزنن، دوباره اومدن رو صحنه و بنابراین کابوس قدیمی اونا تکرار شده. تصویری میده از تیترش هم اینه، پاداش سکوت نکردن، که اگردن یه در واقع پرونده ای هم درست کرده در مورد سریال برکینگ بد، یه سریالی هست که دارن، سریال بسیار معروفی هست در طرف تمام جهان دیده شد. بریم سراغ کار بعدی، مجله هنر زمان با عکس آقای مسعود کشمیری روی جلد. گفتگوی کرده با آقای کشمیری، آقای کشمیری رو اهل هنر خوب، اهل به خصوص نقاشی خیلی خوب میشناسن، برای اطلاعات اون کسایی که ممکن از دور نشناسن ایشون رو، آقای کشمیری که از پرکارترین نقاشای ایرانه در 20 سال اخیر همیشه بوده. با این صفحه میخوام اینو نشون بدم به شما، مصاحبه است که علی فروزنده کرده است با آقای پناهی با ایشون. آقای کشمیری نقاشی واقع‌گرا میکنه به این شکلی که میبینین، حالا بزرگتر هم شبیه عکسه. بله، ولی همیشه زن جوان میکشه و همیشه پشت این به قول شما عکس که خیلی خوب کشیده میشه، شما یکی دردی میبینید و این درد به اصطلاح چیزی نیست که بشه انکارش کرد. حتی تو تصویرهای کودکی ببینید، موقعی که اینجا میکشه کافه ای رو که همه مشغول گفتگوان و این خانم تنها با روسری و لباس اینجوری یه ذره چروک خورده و اینا دیده میشه، او یا ببینید تمام اینجا این دختر گرچه ذره شبیه آنجلینا جولی هم هست. بله. اینکه کشیده، ولی یک غمی دارید شما در چهرهش میبینید. این مهمتر، ولی فارغ از این کارهایی هم که ایشون کرده است، تو بعضی از تابلوها من میدم اصلا بدون اینکه به وضوح حرف بزنه داره انگار آزار دخترها و زنهای جوان رو بیان میکنه و بهتر از یک مقاله یا تحقیق داره این چهره درد کشیده رو نشون میده. تو غیر از اینکه گفتگو هم ببینید، این تصویر رنگی رو ببینید مشخص میشه درباره چی دارم حرف میزنم. بله بله. بعد به حال این که خب کار اینا هم همه کار او. بله، کار آقای کشمیری است. بله. که و ایشون حالا در سال اخیر در زمینه تصویر کتاب هم خیلی جوره، به خصوص در خارج از کشور، میشه اون خیلی پرهیز داشت به خارج از کشور توجه کنه، ولی الان کرده. الان در انگلیس هم کتابهایی رو که جلد یعنی تو آرایشش رو به عهده میگیرن هست. غیر از اینکه مجله یواش یواش کار خودشو گسترش داده، این شماره غیر از اینکه پرونده اصلیش هنر و ژانر هست، درباره ژانرهای هنری حرف میزنه، تونسته دو تا گفتگوی اختصاصی هم، این ایمیل و اینا رو شما آسون نگیرید. بله. داره کار خیلی مهمی تو بعضی از نشریات ایران میکنه، به خصوص نشریاتی که سر متوجه این قضیه هستن، ارتباط برقرار میکنن با هر چه صاحب نامه، فرق نمیکنه کیه، آتنبرو. چون حالا دیگه میشه فاصله رو چیز کرد، خودشون معرفی میکنن، یه پی دی اف هم مثلا احیانا تصور میکنم از مجله میفرستن و در نتیجه مصاحبه میکنن و مصاحبه واقعی خیلی خوبی هم هست. اینجا مصاحبه کرده است با ژانگ جوگانگ و یکی هم مهمتر از اون با آناتوبه، که هر دو تای اینا آدمای فوق العاده هستند و درباره مسائل خیلی جدی توی این مصاحبه، هم مصاحبه شونده هم مصاحبه بیننده. اگه من قرار بشه مجله به این معتبری رو که شماره به شماره بهتر میشه یه عیب روش بذارم که به حال یه جوری ثابت کرده باشیم که چیز نیستش اینا، این آقای مهرداد بهراد که سردبیر مجله هست و همیشه یه سرمقاله هم می‌نویسه که این دفعه داره معرف میگه ژانر یعنی چی و اینا، یه نثری داره، نثری خوش زیبایی هم هست، ولی وقتی این نثر رو شما تقریبا تو همه مجله می‌بینین
احساس میکنی این سردبیر خیلی لیبرال نیست. من یاد یه کسی میندازه، آقای بهنود. من آقای بهنود با هم دیگه به مشترک داریم. من مثلا مطلب امین منتظری رو میخوندم، نمیدونم یا اون تحت تاثیر قرار گرفته انقدر شبیه مینویسه یا ادیتوریال داره این کار میکنه. بریم سراغ تهران، این شماره جدیدش هست. بله، تهران داره به نظرم رشد میکنه. یعنی از شماره اولش هم یادتون معرفی کردیم، گفتیم که این، ببینید این دفعه مثلا فرض کنید دارین راسته یک کتاب میبینید. خوبه برای کسی که از بیرون یا از داخل تهران هست بدونه که تهران مثلا راسته کتاباش که مثلا این اواخر اومده بود جلوی دانشگاه تهران، این از اول عمرش که جلوی دانشگاه تهران نبوده، که قبلا تو شاه آباد بوده. در دوره ماها تو شاه آباد بود، اصلا ما برای کتاب خریدن میرفتیم اونجا و همه ناشرهای معتبر اونجا بودن. بعد یواش یواش در دوره انقلاب اینا اومدن تو دانشگاه تهران، یه 30 سال اینجا موندن. حالا غیر از اون، غیر از این که از قول آقای حدادی که کتاب فروش معتبری هستن در شهر تهران نقل میکنه، سابقه هم میده از زمان کتاب فروشی اسلامیه در ناصر خسرو و همینطور مشاهیر کتاب فروش رو، بعد میاد به بازار حلبی سازا. و این هر کدوم از اینا فقط تاریخچه نیست، اولا خیلی شیرین نوشته شده، بعدم نشون میده هنوز توی این محلات قدیمی آدمای قدیمی و همون تفکرات قدیمی یه جوری حفظ میشن، برخلاف تصوری که ورده میشه که به اصطلاح شهری چی ازش باقی نمونده. نخیر، شهر یه چیزایی، آقای مهدی جامی درست میگه، یه چیزایی توش باقی مونده و این مطرح کردن اون چیزا حسنی که داره اینه که کمک میکنه که یک بهترش. صفحه اینستاگرامی هم هست، در واقع یکی از بچه های خبرنگار در تهران، فرزانه ابراهیم‌زاده، عکسایی میگیره از همین در واقع نقطه های جذاب قدیمی. بله، پس میشم گوشه تهرانگری واقعا جذابه، خیلی واقعا خوبه. من این موجیست که خانم دکتر ترانه یلدا معمار شهرساز را انداخت از 20 سال پیش، من یادمه الان هم هنوز تو همین کرگدن این شماره هم دیدم می نویسته راجع به این تیکه های از شهرها که داره از بین میره و فقط هم تهران نیست. بله. اما در این حال اشاره میکنه هنوز اون زیرا جا هست، همین چیزی که شما میگید، و بعدم میگه که خلاصه کار از هر جا که شروع کنیم باید از پایه شروع کنیم. فکر این که احیانا این چیزایی که ساخته شده برای شهر اینا میتونیم از بین ببریم و اینا از سرون بیرون کنیم، اینا از بین بردن نیست، مال زمانه. دقیقاً. خیلی ممنونم آقای بهنود. برسیم به نقطه آخر، وقت زیادی نمونده. این اولا کارتون رو ببینید که همزمان که حالا اگه فرصت نشد با حرفی بزنید، کار بی‌نظیری هست، کار کارتون حسین پاکدل هست، در واقع اشاره است به این که علیرضا پاکدل در واقع اشاره هست به همین ماجرای این که این پناهجوی بیچاره بین اتحادیه اروپا و داعش سرگردانن دیگه. یک جشنواره معتبری بود برای کارتون در آلمان. بله. که موضوعش اصولا کلا جشنواره حقوق بشریه، ولی موضوعش این دفعه پناهجوها بود. بله. و اینکه علیرضا تونسته است اونجا به حساب مدال نقره رو ببره به نظرم اتفاق مهمی هم هستش. خب جمع کثیری اونجا شرکت کرده، البته تو جوریش هم دو نفر ایرانی بود. بسیار خوب. میخواین از آیدین سیاسی چیزی بخونیم؟ میخواستم به عنوان نمونه، نمیدونم از وقتمون چه جوری. خوبه، برای اولین بار خوبه. خب بله، عرض کنم که این بچه های طنزنویس که من خب هر روز از اونا انتخاب هایی دارم توی مرور روزنامه ها، تو سایت فارسی هم، تو رادیو، ولی در این حال خب بچه ها همیشه میگن که آقا نمیذارن و نمیشه و این سردبیر اینطوریه و اینا. بعد آدم فکر میکنه چرا اینجوریه، بعضی از روزا معلومه چرا اینجوریه. از جمله یه چیزی نوشته آیدین سیاسری به عنوانش هست متروی اسرارآمیز. شاید از این بتونیم بفهمیم اینا پشت دردشون به کجا میکشونتشون. میگه همزمان با راه اندازی ایستگاه خواجه عبدالله انصاری روز گذشته خط 3 مترو وارد فضای عجیب غریب شده. یه فضایی رو فرض میکنه. پیرمردی در تراکم شلوغی مترو پای یکی از مسافرین لگد کرد، بعد صاف تو چشماش خیره شد. مسافر گفت لاغر یه بخشیدی بگو. پیرمرد دستش بالا برد و انگشت به آسمان گرفت، گفت عبدالله عمر بکاست اما عذر نخواست. مسافر گفت آقای عبدالله خواجه، آقای انصاری شما هستین؟ خواجه سر تکون داد. مسافر گفت آقا ما از طرفدارای شما این، ولی تو کنکور چه پدری از مادر آوردی؟ خواجه عبدالله گفت عبدالله عذر بخواست. این به همین ترتیب این فضا رو ترسیم میکنه که این دفعه مثلا فرض کنید که حافظ میاد
اما تای هر کدوم از اینها یه نشونه میده. از جمله مثلا فرض کنین که این فال حافظیه اومده، این طرف بهش میگه که چی میخوای؟ مرغ عشق، مرغ بارون، مرغ جوجه کبابی، فقط 3000 تومان. یعنی این در این ظاهرشه، یعنی حافظم وقتی میاد تو مترو تهران به دست فروشی میفته و آخرش. و این خود این فضایی که حالا گسترده‌تر از این اصلی که من خوندم، خود این فضا رو، یعنی این فضای ساختگی تاریخی شاعرانه، یه تلفیقی امکانش رو بهش میده بین شعر و اون شخصیت و فضای روز. اون میگه سیمرغ، میگه آقا من 30 تا مرغ بیدید که من بیدید، میگه چرا این تا دست میکنید جیب عباش 30 تا جوجه در میاریم دستش، میگه آقا سیمرغ گفتم بله. میگه خب من نمیخوای سرخ کنی، ها ها برای چیزی که میگه بعد آستینش یه چیز دیگه میده. یعنی مقصودم این که طنزنویسا گاهی اوقات هم مجبور میشن برای اینکه فرار کنند دست سردبیر و مدیر سختگیر یا فضای سختگیر به هم جایی هم برن. بسیار خوب، متشکرم آقای بهنود و ممنونم از شما که همراه برنامه دیدبان این هفته شدید. نظرات، پیشنهادات، انتقاداتتون رو برای ما بفرستید. اگر صفحه 2 آخر هفته رو دیدید در مورد اسنادی که اخیراً بی بی سی منتشر کرده هنوز سوالاتی برای شما باقی بود، حتما با راهایی که الان روی صفحه می‌بینید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. این راه‌ها رو همین حالا دارید می‌بینید. ایمیل ما هم هست didban@bbc.co.uk. از طرف خودم و آقای بهنود هفته بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. شب و روز بر شما خوش.